وقتی در مورد هدف یک تحقیق صحبت میشه، در برخی صحنه‌ها به راحتی قابل رؤیته، مثل پدیده‌های زیست‌شناسی. متخصصین مطالعات طبیعی به دنبال کسب ایده برای نوآوری‌ها و اختراعات جدید هستند. بستری از تحقیقات که اشتیاق خیلی از محققین از جمله توماس اشپک را برانگیخته است. توماس اشپک یک کارشناس و متخصص بیولوژی و زیست‌شناسی است. او با الهام از طبیعت راه کسب تکنولوژی‌های جدید را باز می‌کند. میوه لاله درختی خیلی جالب توجه است. برگ‌ها در بالا و میوه به سمت پایین آویزونه. وقتی میوه از درخت سقوط می‌کنه، این ترکیب شروع به چرخیدن می‌کنه و میوه به راحتی می‌تونه مسافت زیادی رو تا پایین بدون هیچ آسیبی طی کنه. فکرشو بکنید که چگونه می‌توان با الگوبرداری از این پدیده برای بهینه کردن تیغه‌های چرخنده هلیکوپترها استفاده کرد. اشپک پروفسور دانشگاه فرایبورگ در جنوب آلمان است. او به همراه تیمش ابداعات خارق العاده طبیعت را کشف و بررسی می کنند. آنها امروز می خواهند اسرار پامولو را که میوه‌ای بزرگ و از خانواده گریپ فروت است کشف کنند. سوال این است که این میوه بزرگ چگونه در هنگام سقوط خود را در مقابل ضربه حفظ می کند؟ با وجود اینکه از یک ارتفاع 10 متری به پایین پرتاب می شود، اما هیچ جای آن نه سوراخ می شود و نه چروک بر می دارد. این چگونه ممکن است؟ اجزای تشکیل دهنده پوست در آزمایشگاه مورد آزمایش های سخت تری قرار می گیرند. این همان قسمتی است که به زمین برخورد کرده است. بخشی از آن کمپرس شده، بخشی از آن فشرده شده. قسمت های اطراف آن نیز کمی تغییر شکل دادند. همین باعث جذب مقادیر بسیار زیادی از انرژی ناشی از ضربه شده است. درسی که از آن می‌گیریم این است که یک پوسته ثابت و یک دست می‌تواند شما را در مقابل ضربه حفظ کند. آزمایش دیگری برای اثبات این نظریه انجام شد. محققین ابتدا قسمت ضخیمی از پوست را جدا کرده و آن را در معرض ضربه یک جسم سخت قرار دادند. همانطور که در آزمایش می‌بینید، تمام پوست در آن واحد فشرده و کمپرس نمی‌شود، بلکه عمل فشرده شدن لایه به لایه از بالا به پایین انجام می‌شود. آن هم در حالتی که شکل پوست منحنی است، زیرا شکل میوه کروی شکل است. راز پوسته پومولو با اسکن کردن پوست آن به وسیله یک میکروسکوپ الکترونی آشکار می شود. چیزی که محققین نامش را غلاف گذاشتند. یک کارخانه تولید کلاه ایمنی پیشاپیش با استفاده از این خاصیت پوست میوه پومولو کلاه خودی را تولید کرده که ترکیب ساختمانی آن شبیه پومولو می باشد. نمونه اولیه در یک آزمایش بسیار سنگین و سخت نتیجه مطلوبی به بار آورد. نمونه دیگر توماس اشپک از کارکرد گل نیشکر که به آن گل بهش نیست گفته می شود بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است. این گل متد بسیار منحصر به فردی در افشاندن گرده هایش دارد. هنگام نشستن پرنده ها بر روی برگ های آن، وزن پرنده باعث باز شدن برگ می شود و پرنده از دانه های موجود در برگ تغذیه می کند. این پوسته ها هزاران بار می توانند باز و بسته شوند بدون اینکه دچار کوچکترین استهلاکی شوند. واقعا بیولوژی این برگ چیز عجیب و غریبیه. این یک پدیده هوشمنده، چرا که برگ در حالت بسته کاملا محتوای درون خود را از هر گونه نفوذ آب باران و خطرات دیگه حفظ می کنه. یعنی یک مقوله تکاملی ذاتی. اما در قدم بعدی علم فیزیک عمل می کنه و به محض اینکه پرنده روی اون میشینه باز میشه. در اینجا شما فقط با یک فشار ساده دو قطعه برگ رو وادار به باز شدن میکنید. این یک طراحی بسیار هوشمندانه است. این عمل تا 3000 بار انجام میشه. ممکنه خیلی سست و ناپایدار به نظر بیاد، اما به هیچ وجه نمیشکنه و این خارق العاده است. ما فهمیدیم که میتونیم از این مکانیزم به کشف چیزی نائل بشیم. این مدل که از یک چوب باریک و قطعه کاغذ درست شده، برای نشان دادن این مکانیزم کافی است. شما وقتی چوب را با کمی فشار از طرفین قوس می دهید، صفحه کاغذ خود به خود به طرفین باز می شود. این همان فرضیه است که بر اساس آن
ایده سایبان‌های جدید شکل گرفته. این ایده امروز می‌تواند در ابعاد کلان تولید و به بازار عرضه شود و نمونه تولید شده آن در نمایشگاه بین‌المللی 2012 کره جنوبی ارائه شد. درختان و گیاهان نزدیک به 25 سال است که برای توماس اشپک تبدیل به منابعی برای ایده های نو شدند. برای من خیلی جالبه که میبینم تکامل چه ثمراتی داشته. کشف چنین چیزهایی خیلی هیجان انگیزتر از سرگرم شدن با قسمتی از یک بیسیمه. انسان رادیو رو با مقداری تلاش اختراع کرد. من میتونم بخشی از اون رو درک کنم، اما چالش شکوهمندتر اینه که بدونیم در طبیعت چه پیشرفت‌هایی به وجود اومده. ما تازه فهمیدیم که طبیعت گنجینه‌ایه که تا کنون فقط تونستیم در اونو باز کنیم. خیلی چیزهای دیگه در تکنولوژی‌های موجود در زیست‌شناسی هستن که ما هنوز کشف نکردیم. زیست‌شناسی به زودی تأثیرهای خود را بارز خواهد کرد و این چیزی است که توماس اشپک و همکارانش آن را برجسته کرده‌اند.